خب سلام به مجموعه ویدیوهای آموزشی افزار اندرونت خیلی خوش اومدین در این قسمت نحوه اضافه کردن یک رفرنس جدید رو به این نرم افزار خدمتتون توضیح میدم که کلیدی ترین و مهمترین قابلیت این نرم افزاره برای اضافه کردن رفرنس در نرم افزار سه روش وجود داره یک روش اضافه کردن منابع به صورت دستیه روش دیگه استفاده از کتابخونه های آنلاین برای جستجو و دریافت منابع مورد نظرمونه و روش سوم هم استخراج رفرنس مورد نظر از سایت های معتبر علمی مثل گوگل اسکولار و یا ساینس دایرکت برای اضافه کردن دستی منبع من به مورد نظرمون میتونیم در این بالا بر روی گزینه نیو رفرنس کلیک کنیم با کلیک کردن بر روی این گزینه صفحه جدیدی باز میشه که ما میتونیم اطلاعات رفرنس مورد نظرمون رو به صورت دستی در اینجا وارد بکنیم و اون رو ذخیره بکنیم به عنوان مثال من کتاب معروف دایتل دایتل رو انتخاب میکنم که اینجا براتون مثال بیارم این کتاب در سال 2007 منتشر شده و عنوان اون هم هست C++ Programming در پایین تر شما میتونید گزینه های دیگه رو هم به رفرنستون اضافه بکنید مثل شماره جلد و یا تعداد صفحات تاریخ انتشار نوع رفرنستون و حتی شماره شابک و چکیده و غیره و غیره که شما میتونید همه اونها رو در صورت نیاز وارد بکنید با زدن کنترل و اس بر روی کیبورد من رفرنس مورد نظر خودم رو ذخیره میکنم حالا با بستن این پنجره من میتونم ببینم که رفرنس جدیدی با این نام در لیست رفرنس های من ایجا شده به نام دایتل دایتر در سال 2007 و C++ پلاس پلاس پروگرامینگ که قابل ادیت کردن و قابل ویرایش هست اما به این به سراغ روش دیگی اضافه کردن رفرنس که استفاده از کتاب خونه های آنلاینه برای استفاده از کتاب خونه های آنلاین حتما لازمه که شما از سمت چپ بر روی منوی آنلاین سرچ برین و در اونجا کتابخانه مورد نظر خودتون رو پیدا بکنید در صورتی که کتابخانه های بیشتری مورد نیازتون بود میتونید گزینه مور رو بزنید و گزینه های بیشتری در اختیارتون گذاشته میشه که میتونید در درون همه این کتابخانه ها سرچ بکنید و منبع مورد نظرتون رو پیدا بکنید در صورت نیاز به عنوان مثال من به کتابخانه LISTA میرم و در این کتابخانه گزینه بیل گیتس رو سرچ میکنم با سرچ کردن گزینه بیل گیتس به من گفته میشه که ما در این عبارتی که شما سرچ کردین 190 نتیجه پیدا شده در این کتاب خونه که سوال میکنه می که آیا شما میخواید که همه از یک تا 190 رو در لیست رفرنس هاتون اضافه بکنید و یا نه تعداد کمتری از اون رو میخواید اگر سرچتون یک چیز کاملا بهینه باشه یعنی شما عنوان اصلی یک مقاله رو وارد کرده باشید قاعدتا تعداد نتیجه جستجو بسیار کمتر خواهد بود و شما میتونید همه رو انتخاب بکنید به مثال 10 تا رفرنس با اون عنوانی که شما خودتون میخواید پیدا میشه و میتونید با اضافه کردن اون 10 تا رفرنس به طور کامل با تمام دیتیل و جزئیات رفرنس ها رو داشته باشید در غیر این صورت میتونید یک تعداد کوچیکتری و یک بازی کوچیکتری رو انتخاب بکنید من بازه یک تا پنج رو انتخاب میکنم و این تاییدش میکنم همطور که می بینید دونه دونه داره رفرنس ها برای من گرفته میشه اینها همه رفرنس هایی هستند که از کلمه بیل گیتس درش استفاده شده حالا به این دلیل که من در این قسمت سرچم اون رو برای انی فیلد گذاشتم یعنی اینکه کلا بودن کلمه بیل گیتس چه در تایتل و عنوان رفرنس چه در چکیده اون و چه در نویسنده اون باشه اون رو برای من لیست میکنه شما میتونید در اینجا مشخصات جستجوتون رو محدودتر بکنید که به عنوان مثال عنوانی که سرچ میکنید میتونید عنوان یک نویسنده باشه یا عنوان خود یک رفرنس باشه و یا سال اون رو سرچ بکنید و براتون پیدا بکنم در اینجا من 5 تا رفرنس رو عد کردم از کتاب خونه اما بریم سراغ روش سوم. در این روش ما اطلاعات منبع مورد نظرمون رو از سایت ارائه دهنده اون منبع استخراج میکنیم و در نرمزار اندنوت وارد میکنیم برای مثال من در گوگل اسکولار درباره کتاب دایتل مجددا یک سرچی رو و یک جستجویی رو انجام میدم به عنوان مثال من گزینه دایتل رو سرچ میکنم همطور که میبینید در نتیجه اول کتاب How to Program C++ رو برای من میاره که شیوه برنامه‌نویسی C++ هست و در صورتی که بخوام اطلاعات رفرنس این گزینه‌ای که من اینجا دارم رو به نرم افزار اندروید انتقال بدم میتونم برای گزینه سایت کلیک بکنم با کلیک کردن برای گزینه سایت همچنان که میبینید به سه فرمت MLA, APA و شیکاگو برای من رفرنس رو میاره که من میتونم به راحتی با کپی پیست کردن اون در هر جایی که بخوام میتونم یک رفرنس به اون بدم اما در صورتی که بخواید اطلاعات این رفرنس به صورت کاملا دقیق در افزار اندنوتتون ذخیره بشه میتونید در گزینه هایی که در پایین صفحه قرار داره میتونید از این گزینه ها استفاده بکنید که چهار تا از معروف ترین و پرکاردورد ترین نرم افزارهای رفرنس نویسی رو برای ما لیست کرده که ما برای گزینه اند note کلیک میکنیم همطور که میبینید با فرمت ENW ای فایل بسیار کم برای من دانلود میشه و من با کلیک کردن بر روی این فایل همطور که میبینید این گزینه اضافه میشه به لیست رفرنس های من که شما میبینید کامل نویسنده سال اون انوان و حتی ناشر کتاب هم به طور کامل ذکر شده شماره شابک داره این در واقع رفرنس و رفرنس کاملی است معمولا استخراج رفرنس ها از سایت های معتبر علمی بسیار کار راحتتر و هوشمندانه‌تری از این لحاظ که اطلاعاتی که در این کتابخانه ها کتابخانه های آنلاین و سایت های معتبر علمی وجود داره خیلی اطلاعات کامل یک تا اینکه ما بخوایم اونها رو دستی وارد بکنیم خب این بود نحوه اضافه کردن رفرنس ها به نرم افزار اندنوت در ضمن همطور که میدونید ایمیل بنده هم برای پاسخگویی به سوالاتون همچنان در دسترسه ممنون از توجهی که به این ویدیو داشتید